خب بچه های سال دوازدهمی عزیز میخوام با هم دیگه چهار تا نمونه سوال امتحان کشوری فیزیک رو بررسی کنیم. تو این چهار تا نمونه سوال مباحث ترم اول رو حالا هم تا حدی توضیح بدیم و هم مرورشون کنیم. اول نمونه سوالی که براتون آماده کردم، یعنی در نظر گرفتم، خرداد ماه سال 99. بریم بررسی کنیم نمونه سوال امتحان نهاییتون دقیقا همینه با همین مشخصات، و این هم که وارد میشه که متوجه بشید که امتحان نهاییتون یعنی حالا امتحان کشوریتونم وقتی ما میگیم ریز بارمه یعنی چی. بس سوال یک، در یک از گزارهای زیر واژه مناسب را انتخاب کنید در پاسخنامه بنویسید. یه نمره داره، چهار مورد یه نمره، یعنی هر مورد 25 صد. الف، اگه ساعت متحرک در جهت محور X به تدریج، حالا جای خالی شتاب در خلاف جهت محور X. آقا این نکته تو این چهار تا نمونه سوال چند بار دیگه هم تکرار شده و تکرار میشه. بچه همینجا یادتون باشه که بذار من این صفحه باز کنم، نکات رو در این صفحه یادداشت کنم براتون. دوستان همینجا یادتون باشه که در حرکت تون شونده، یا بهتر بگیم آقا حرکتی تون شونده است که شتاب، حالا فرقی نمی کنه، شتاب و نیرو در جهت یا همجهت سرعت، یعنی خود حرکت هن، حرکت باشن. ما به این میگیم حرکت تون شونده، حرکتی که تو شتاب یا نیرو، چون شتاب و نیرو عین همن، خب دو تا برادرن. من همیشه میگم شتاب و نیرو کاملا عین همن، جهتشون یکیه، اگه این زیاد شه اون زیاد میشه، این کم شه اون کم میشه. حرکتی تو اون چند است که تو اون شتاب و نیرو هم جهت با سرعت یا خود حرکت باشه، و در حرکت کون شونده، بچه یادتون باشه بردارهای شتاب یا نیرو در خلاف جهت سرعت یا همون حرکت می باشند. این از این. پس اولین نکته ما شد این. حالا برگردیم به سوالمون. امیدوارم که فایلش رو درست انتخاب کنم. بله. خب میگه سرعت متحرک در جهت محور X. آقا یعنی الان حرکت، سرعت به سمت راسته، سرعت V به سمت راسته، ما میخوایم شتاب خلاف جهت محور X باشه، میخوایم شتاب به سمت چپ باشه. آقا تو چه حرکتی که شتاب در خلاف جهت حرکته، در خلاف جهت سرعته؟ باریکلا، توی حرکتی که کون شونده باشه، یعنی توش سرعت در حال کاهش باشه. اگر سرعت متحرک در جهت محور X به تدریج کم بشه، یعنی حرکت کون شونده داشته باشم، شتاب در خلاف جهت سرعت یا خلاف جهت محور X میشه. بردار سرعت متوسط هم جهت با بردار جابجایی است. همینجا ممکنه بچه ها سوال رو یه خورده تغییر بدن. چهار تا جهت بهتون میگم، اینو خوب بلد بشید. دارم براتون جمع‌بندی میکنم. چهار تا بردار. بچه ها، یک، بردار سرعت در هر لحظه، اگه به شما بگن، یعنی بردار سرعت لحظه‌ای، مماس بر مسیر حرکت و در جهت حرکت هست. دو، اما سرعت متوسط، دوستان بردار سرعت متوسط هم جهت با بردار جابجایی است. سه، بردار شتاب در هر لحظه، بردار شتاب در هر لحظه بر اساس قانون دوم بچه‌ها در جهت
بردار برآیند نیروهای وارد بر جسم در همان لحظه است. مورد شماره 4، بردار شتاب متوسط. اگر ازت پرسیدن بردار شتاب متوسط در جهت بردار بچه دلتا وی، یعنی بردار تغییرات سرعت، می باشد. از روی فرمول متوسط ها رو از روی فرمول میگیم. سرعت متوسط فرمولش دلتا ایکس به دلتا تیه، بس بردار سرعت متوسط همیشه هم جهت با دلتا ایکس، یعنی جا به جاییه. شتاب متوسط یعنی دلتای وی به دلتای تی. پس بردار شتاب متوسط همیشه در جهت بردار دلتا ویه. یه دو مورد دیگه هم اضافه کنم که خیالم از باید همه جهت ها راحت بشه. یه دو مورد دیگه هم میخوام اضافه کنم. درباره تکانه صحبت کنم. خب شماره 5، بچه ها بردار تکانه که با پی نشون میدیم، تکانه پی یعنی حاصل ضرب جرم در سرعت. بردار تکانه در هر لحظه در جهت بردار سرعت در آن لحظه است. خود سرعت الان گفتم در چه جهتیه؟ در جهت حرکت. و شماره 6 آخرین، بردار تکانه متوسط در جهت بردار سرعت متوسط است که خود سرعت متوسط گفتیم در جهت بردار جا به جایی. این 6 تا جهت یادتون بمونه. سوال میدم به شما، پس چی شد؟ بردار سرعت در هر لحظه مماس بر مسیر حرکت در جهت حرکت، بردار سرعت متوسط دلتا ایکس به دلتا تی در جهت جا به جایی، بردار شتاب تو هر لحظه در جهت برآیند نیروهاست و آن دوم نیوتن اف توتال مساوی با ام آ. بردار شتاب متوسط از روی فرمولش دلتا وی به دلتا تی هم جهت با بردار تغییرات سرعت. بردار تکانه در هر لحظه در جهت سرعت در همون لحظه است. بردار تکانه متوسط در جهت سرعت متوسط. خب بریم مورد پ. در حرکت با شتاب ثابت روی محور X، شتاب ثابت، سرعت متوسط بین دو لحظه T1 و T2 برابر میانگین چی متحرک دیگه؟ اصلا این سوال واقعا نه فکر داره نه نمیدونم اصلا نکته‌ای میخواد نه اصلا ربطی به فیزیک داره. یه لحظه ببین چی میگه. میگه آقا سرعت متوسط بین دو لحظه برابر میانگین سرعت یا شتاب. اصلا متوسط یعنی چی؟ یعنی همون میانگین دیگه. پس سرعت متوسط یعنی میانگین سرعت ها. همون شد رفعی کارش. خیلی از بچه ها متاسفانه بچه ها سرعت متوسط رو، خب این فرمولش رو میان ویبار رو با دلتا وی اشتباه میگیرن تو ذهنشون. ویبار یعنی سرعت متوسط، دلتا وی که از روش شتاب به دست میاد شتاب متوسط یعنی تغییرات سرعت، سرعت متوسط یعنی میانگین سرعت ها. در حرکت روی محور X وقتی متحرک به مکان آغازین حرکتش برمیگرده، یعنی مکان ثانویه و اولیش یکی میشه، چی صفر میشه بچه؟ آیا مسافت صفر میشه؟ مسافت یک مقدار هموار مثبته، برابر با چیه؟ کل طول رفت و برگشت. جا به جای چی بود؟ برداری که از مبدا یعنی از مکان آغازین به سمت مقصد یعنی مکان ثانویه رسم میشه. و اگر مکان ثانویه همون مکان اولیه بشود، یعنی متحرک بره و برگرده سر جای اولش، جا به جایی صفر میشه. وقتی جا به جایی صفر میشه سرعت متوسط هم صفر میشه. چرا؟ چون فرمول سرعت متوسط است جا به جایی بر روی زمان. اگر جا به جایی صفر شد سرعت متوسط هم صفر میشه. اما اینو یادت باشه، متحرکی که شروع به حرکت کرد دیگه به هیچ وجه مسافتش کمتر نمیشه که. مسافت چیزی که با هر لحظه حرکت کردن بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، اصلا به جهت هم ربط نداره. کل طول مسیره برابر با اندازه رفت به اضافه اندازه برگشت. خب پس جواب شد سرعت متوسط. سوال 2 میگه نمودار شتاب زمان متحرکی مطابق شکل روبرو هستش. کدوم یکی از نمودارهای
نمودار تو از زمان زیر میتونه متناظر با این نمودار شتاب باشه. بچه تو این نمودار خب نگاه کنید، تا لحظه T1 شتاب بالاست، یعنی شتاب یه مقدار مثبتی داره. تا لحظه T1 شتاب مثبته و لحظه T1 به بعد، یعنی لحظه T1 تا T2 اومده پایین، شتاب یه مقدار منفی. یه رابطه ارتباط خیلی مهمی ما بین نمودارهای حرکت داریم بچه‌ها. یک ارتباط بسیار مهمی ما بین نمودارهای در واقع مبحث حرکت شناسی داریم. مکان، سرعت و شتاب. خوب بچه‌ها دقت کنید. شیب نمودار مکان، شیب نمودار مکان نشون دهنده سرعت جسمه. شیب نمودار سرعت نشون دهنده شتاب جسمه. از اون طرف در مقابل مساحت محصور یا حالا زیر نمودار شتاب یا مساحت محصور نمودار شتاب نشون دهنده تغییرات سرعته و مساحت زیر نمودار سرعت نشون دهنده تغییرات مکان یا همون جابجایی. این ارتباط بین در واقع پارامترها یا کمیت‌های حرکت یک متحرک وجود داره بچه‌ها در نمودارها. شیب نمودار مکان میشه سرعت، شیب نمودار سرعت میشه شتاب، مساحت زیر نمودار شتاب میشه تغییرات سرعت، مساحت زیر نمودار سرعت میشه جابجایی. حالا بیا به این سوال دقت کن، ما این نکته با دونستن این مفهوم در واقع چقدر ساده حل میشه. ما الان میدونیم آقا تیکه اول شتاب مساحت، تیکه دوم شتاب منفی و قرار نمودار سرعت پیدا کنیم. بچه‌ها چیه سرعت میشد شتاب؟ الان توضیح دادم. شیب نمودار سرعت، شیب نمودار سرعت یعنی شتاب. آقا وقتی تیکه اول شتاب مثبته، یعنی من نمودار سرعتی دارم که شیب مثبت داره، شیب نمودار سرعت باید مثبت باشه. وقتی تیکه دوم شتاب منفیه، یعنی شیب نمودار سرعت منفی شده است. خب شیب نمودارم کلا دو حالت بیشتر نیست، یا مثبت یا منفی. شیب چه نموداری مثبت؟ نموداری که سعودی باشه، چپ به راست بره بالا. شیب چه نموداری منفیه؟ نموداری که نزولی باشه، چپ به راست بیاد پایین. پس من یه نموداری میخوام که اولش شیب مثبت داشته باشه، یعنی سعودی باشه، من با ساد نشون میدم، از یه جایی به بعد شیب منفی داشته باشه، یعنی نزولی باشه. بچا نمودار اول نگاه کن، اولش سعودیه بعدن نزولیه. آیا درسته؟ نه، ما اول سعودی میخواستیم بعد نزولی، این غلطه. اما دومیه نگاه کن، اول خب نه همینو میخواستیم، ببخشید، ما اول سعودی میخواستیم بعد نزولی دیگه. چرا غلطه؟ خب این درسته. چرا غلطه؟ این درسته، اولش سعودیه بعد نزولی. اما اون یکی نمودار نگاه کنید، اولش نزولیه بعدن سعودیه، خب این غلطه. پس در ابتدا شتاب مثبت، میخوام از شتاب به سرعت برسیم، میدونیم شتاب شیب سرعته. خب پس من یه نموداری میخوام که اول شیبش مثبت باشه، سعودی باشه، بعد شتاب اومده پایین محور منفی شده، یعنی نمودار سرعت شیبش منفی میشه، نزولی قرار بشه، اول سعودی بعدا نزولی. توضیحش هم همینه آقا، شتاب شیب نمودار سرعت، جایی که شتاب مثبته نمودار سرعت سعودیه، جایی که شتاب منفیه نمودار سرعت نزولیه. معادله مکان زمان، اولا همینجا اصلا سوال نپرسیده، ولی من دارم از شما میپرسم، به شما میگم که بدونید این معادله، این فرم معادله برای یک متحرکیه که داره با سرعت ثابت حرکت میکنه روی خط راست. معادله مکان زمان برای حرکت یک نواخت چجوریه بچه ها؟ VT به اضافه X0. این معادله مکان زمان برای یک متحرک است که با سرعت ثابت رو خط راست حرکت میکنه. X صفر یعنی مکان اولیش، یعنی مکان در شروع حرکتش، مکان در لحظه صفر. ضریبتی میشه سرعت. یادت باشه سرعت با تندی فرق میکنه بچه، سرعت با تندی در لحظه فرق میکنه. تندی فقط آهنگ حرکت رو نشون میده،
مثلا میگم آقا تندی متحرک تو این لحظه 100 کیلومتر بر ساعت، جهت حرکت مشخص نمیکنه ولی سرعت برداره. سوا اینکه تندی تو لحظه رو مشخص میکنه، جهت حرکت هم مشخص میکنه. یعنی سرعت یا باید مثبت گفته بشه یا منفی. اگه مثلا بگیم سرعتش توی لحظه است مثبت 100 کیلومتر بر ساعت، یعنی تو اون لحظه داره در جهت میول، یعنی به سمت راست حرکت میکنه. اگه بگیم سرعتش منفی، یعنی تو اون لحظه داره خلاف جهت میول ایکس، یعنی به سمت چپ حرکت میکنه. پس بچه‌ها این سرعت یاد باشه، اگر حرکت به سمت راست باشه وی مثبته، اگه حرکت به سمت چپ باشه میمون منفیه. خب میگه آقا متحرک در چه لحظه ای از مبدأ مکان عبور کرده؟ بچه مبدأ مکان یعنی کجا؟ جایی که x مساوی با 0 باشه. معادله مکان زمانش هست، میگه توی چه لحظه ای توی چه t x 0 بهت میده. خب x مساوی با 0 بذار، منفی 4t به اضافه 6 مساوی شده با 0. منفی 4t میاریم اینور، 4t میشه 6، t میاد 6 چهارم یا 3 دوم ثانیه. این شد جواب قسمت اله. در 3 دوم ثانیه بچه از مبدأ مکان یعنی x مساوی با 0 عبور کرده. آیا جهت حرکت متحرک تغییر کرده؟ خیر. چرا؟ بچه این منفی 4 چیه؟ سرعتشه. ما میگیم آقا خیر، زیرا این حرکت یه حرکت با سرعت ثابته و سرعت همیشه برابر با منفی 4 متر بر ثانیه است، یعنی جهت حرکت همیشه به سمت چپه، چون کلا توش سرعت به سمت چپ است، منفی است، شتابدار نیستش که. خیر، همین خیر هم کافیه. ببین 25 صدم توضیح نمیخواد. حرکتی که توش سرعت ثابت باشه دیگه تغییر جهت نخواهد داشت. نمودار مکان زمان برای 3 ثانیه ابتدای حرکت رو رسم کنید. من یه توضیح در مورد رسم نمودار بهتون میگم، خیلی هم ساده است. خب خیلی ساده است بچه‌ها. ما الان می‌خوایم نمودار x مساوی با منفی 4t به اضافه 6 رو رسم کنیم. خب نگاه کن، خیلی سریع و ساده، این x این t. وقتی شما معادله ای دارید که درجه یک، نمودارش میدونید خطی میشه. نمودار خطی از جمله آخرشون شروع میشن که شما توی ریاضیات بهش میگی عرض از مبدا. این نمودار من از مثبت 6 شروع میشه. ضریب جمله اول میشه شی به نمودار، که توضیح دادم وقتی شی به نمودار شما منفی باشه نمودار نزولی، اگه شی مثبت باشه صعودی. پس این میشه نمودار ما، این میشه نمودار ما. یه ریشه میمونه، اونو باید پیدا کنی. آقا این ریشه رو خوب دقت کن، اگه توابع خطی باشن ax به اضافه b، من همیشه میگم ریشه خود راحت کن میشه قدر مطلق b اوم. یعنی شما شروع رو تقسیم به شیب کن توی قدر مطلق میشه ریشه. خب الان اینجا این ریشه رو میخوام ببینم چه لحظه ایه. 6 تقسیم به 4 میاد 3 دوم یا 1 و نیم ثانیه. سوال گفتو تا 3 ثانیه اول رسمش کن. باشه، این یک و نیم ثانیه اینجاست، یه 3 ثانیه هم خب جلوتره دوستان، 3 ثانیه جلوتره. حالا خیلی دیگه دقیق میخوای رسم کنی، بگو تو 3 ثانیه رو چه مکانی قرار گرفته. به معادله x 3 ثانیه بده، t هم بده 3 ثانیه، xشو پیدا کن. منفی 4 ضرب در 3 میشه منفی 12 به اضافه 6 میاد منفی 6. یعنی تو لحظه 3 ثانیه x هم منفی 6ه. این شد نمودار ما تا 3 ثانیه اول حرکت که خود سوال هم مخواسته بود. پس نمودار خطی از اون جمله دوم جمله آخر شروع میشن، شیبشون مثبت باشه صعودین، منفی باشه نزولین. ریشه شون یعنی جایی که محفل افقی رو قطع میکنن، از تقسیم جمله دوم به شیب به ضریب تی توی قدر مطلق به دست میاد. به همین سادگی. شکلی رو به نمودار مکان زمان متحرک نشون میده که از حال سکون با شتاب ثابت در امتداد محور ایکس شروع به حرکت میکنه. وقتی میگه حال سکون یعنی سرعت اولیه‌اش صفره، وی یکش صفره. حرکت این متحرک در بازه زمانی صفر تا 4 ثانیه تند شونده است یا کند شونده؟ چرا بچه؟ صفر تا 4 ثانیه، صفر تا 4 ثانیه میگه حرکتش تند شونده است یا کند شونده؟ چرا بچه؟ همین الان توضیح دادم شیب نمودار مکان میشه سرعت.
شیب نمودار مکان میشه سرعت. خب خود سوال اومده این اول یه خطچین برات گذاشته. ببین خطچین یعنی چی؟ یعنی آقا شروع نمودار ما افقیه. خب خطی که افقی بشه شیبش چند؟ صفر. پس حتی در سوال هم اشاره کرده، یعنی شیب نمودار ما در لحظه آغاز صفر بوده، یعنی سرعت در ابتدای این مسئله اینجا صفر بوده. یه چیزی یادت باشه، میخوای ببینی حرکتی تو متمنده است یا کنچمنده، این یادت باشه. الان من بعد رسمم میکنم، اگر نمودار شما بیاد از سرعت صفر دور بشه، خب یعنی متحرک داره گاز میده، سرعتش داره از صفر دور میشه، زیاد میشه، پس حرکتش تونچمنده است. و اگه نمودار ما بره به سمت سرعت صفر، یعنی خب سرعت داره به صفر نزدیک میشه، پس حرکت کنچمنده است. پس اینجا ببینید از سرعت صفر داره دور میشه، پس حرکت ما یک حرکت تونچمنده است. خب حرکت تونچمنده. بچه دقت کنید، من اینجا بهتون توضیح میدم. تشخیص نوع حرکت از روی نمودارها. ببینید ما کلا دو نوع نمودار داریم، یا مکان زمان داریم، یا مکان زمان داریم، یا سرعت زمان، حالا هر شکلی که میخوان داشته باشن اصلا برای ما مهم نیست. از روی این دو تا نمودار باید تشخیص بدیم. آقا فرض بگیم مکان زمان این شکلی شده، فرض هم بگیم سرعت زمانت هم این شکلی شده، باید سرعت صفر رو پیدا کنیم. بچه سرعت چیه؟ نمودار مکان شی بشه، جایی تو نمودار مکان سرعت صفره که نمودار ما افقی بشه. سهمی ها در قله و دره خودشون حالت افقی پیدا میکنن. پس تو نمودار مکان زمان میگیم آقا در قله یا دره نمودار مکان که حالت افقی داره سرعت صفره. خب حالا ببین، با توجه به چیزی که به شما گفتم، اگر نمودار شما بیاد به سرعت صفر نزدیک کنه خودشو، نمودار ما میشه از چپ به راست میخونیم دیگه، از چپ به راست به سرعت صفر نزدیک شدیم، میگه حرکت کنچمنده است. ولی اگر از چپ به راست از سرعت صفر دور شدیم، میگه حرکت تونچمنده است. این است. اما این نمودار سرعته بچه‌ها. نمودار سرعت، اینجا سرعت ها مثبتن، اینجا سرعت ها منفین، این وسط سرعت صفره. ببینید این وسط تو نمودار سرعت رو محور افقی سرعت صفره، یعنی الان اینجا سرعت صفر است، اینجا هم سرعت صفر است. تو نمودار مکان تو قله و دره سرعت صفره، اما در نمودار سرعت نقاطی که نمودار با محور افقی برخورد می کند سرعت صفر است. فقط همین رو تو ذهن داشته باش. نمودار مکان زمان کجاش نشون دهنده سرعت صفر؟ قله و دره. نمودار سرعت زمان کجاش نشون دهنده سرعت صفر؟ اون وسط محور افقی. حالا نوع حرکت مشخص میشه. آقا تا اینجا داره به سرعت صفر نزدیک میشه در ابتدا، پس میگیم تا اینجا کنچمنده. از سرعت صفر داره دور میشه، میگیم تونچمنده. دوباره میاد به سرعت صفر نزدیک بشه، میگیم کنچمنده. داره دور میشه، میگیم تونچمنده. به این ترتیب ما میتونیم نوع حرکت رو مشخص کنیم. نکته بعدی، چون حالا من مورد بعدی سوال میدونم، همینجا بهتون میگم بچه‌ها، ببینید اگر حرکت یک نواخت باشه، یک نواخت یعنی چی؟ یعنی سرعت ثابت. نمودار مکانش خطی میشه. حالا یه خط صعودی یا نزولی. و اگر حرکت شما، اگر حرکت شتاب ثابت باشه، اگر حرکت شتاب ثابت باشه، نمودار مکان بچه سهمی میشه. چرا؟ معادله مکان تو حرکت یک نواخت چیه؟ معادله مکان تو حرکت یک نواخت VT به اضافه XF، یعنی توان شند درجه چند؟ یک. خب نمودارهای در واقع درجه یک خطی هن دیگه. اما معادله مکان زمان تو حرکت شتاب ثابت چیه؟ یک دومه آتی دو به اضافه VSF به اضافه XF. ببین
معادله مکان زمان تو حرکت شتاب ثابت توان دو داره. خب ما میدونیم نمودار یک تابع توان دو سهمی شکل دیگه. وقتی نه. حالا ببینیم سوال چی میگه. میگه آقا معادله مکان زمانشو به دست بیارید. چشم. چه اطلاعاتی ما داریم؟ بچه ما میدونیم آقا توی لحظه صفر ما میدونیم V1 مون صفر است، یعنی تو حد اولیه‌مون. مکان اولیه‌مون هم چنده؟ X صفر مون هم از منفی 4. اینجا لحظه صفر دیگه. دیگه چی میدونم؟ میدونم آقا اینجا الان لحظه 4 ثانیه است. میدونم توی لحظه 4 ثانیه. خب؟ توی لحظه 4 ثانیه مکان چند شده؟ X اش صفر شده. توی 4 ثانیه X اش صفر شده. خب، معادله مکان زمان چه شکلی؟ 1/2 AT2 به اضافه V صفر به اضافه X است. آقا چرا اینه؟ چون سهمیه گفتم حرکت شتاب ثابته معادله مکان زمانش باید حفظ باشه. اینه. خب چیزایی که داری جایگذاری کن. شما میدونی اگر لحظه رو به این بدی 4 ثانیه X باید چند بشه؟ صفر. چون توی 4 ثانیه رو X صفره. خب من به جای X میذارم صفر. 1/2. شتابو داری نداری فعلا. بس باید بری حسابش کنی. لحظه چند بود؟ 4. 4 به توان 2. وی صفر شما چند ساعت اولیت؟ صفر. پس اونی چی؟ مکان اولیت چند؟ منفی 4 x صفر. حالا اینجا شتاب به دست میاد. بچه ها صفر مساویه با 4 داد 1/2 8 آ منهای 4. آقا 8 آ شده 4، پس آ میاد 1/2. 4 8 میشه 1/2 دیگه. حالا میتونی معادلت رو به صورت کامل بنویسی. یعنی چی بعد اینکه شتاب حساب کردیم؟ معادله به صورت کامل یعنی فقط x و این t ها خالی بمونن، بقیه پر بشن. خب x مساویه با شتاب چند آوردی؟ 1/2. 1/2 ضرب در 1/2. ببین 1/2 آ دیگه پشت t2 باید 1/2 آ قرار بگیره. 1/2 شتاب هم 1/2. 1/2 در 1/2 میشه 1/4. t به توان 2. بچا v صفرمون چند بود؟ صفر. وی صفرمون صفره. بس اصلا این جمله رو نداریم. به اضافه x صفرمون چند بود؟ منهای 4. که نمیگیم به اضافه منهای 4، میگیم آقا منهای 4. این میشه معادله مکان زمانش. به همین سادگی. سوال 5. وقتی در خودروی ساکنی نشسته اید، خودرو ناگهان شروع به حرکت میکنه، به صندلی فشرده میشین. علتش چیه بچه؟ لختی. یعنی همون قانون اول نیوتن. توضیح میدیم. میگیم آقا بر اساس قانون اول نیوتن یا همون لختی، اجسام تمایل دارن در وضعیتی که هستن باقی بمونن. خب؟ حالا وقتی ما در خودروی ساکنیم، بدن در حالت سکون قرار داره. ناگهان اتومبیل شروع به حرکت میکنه، بدن میخواد حالت سکون خودش رو حفظ کنه، نسبت به ماشین عقب میمونه، کدام در صندلی فشرده میشه. حالا برعکس همین پدیده رو موقع ترمز ماشین داریم. بدن همراه ماشین، حالا بعد یه مدتی دیگه مجبور میشه حرکت کنه، نمیتونیم اونجا بمونیم ماشین بره که. و بعدم با ماشین حرکتش رو انجام میده، حرکت رو تجربه میکنه، سرعت رو تجربه میکنه، بعد دیگه از سرعت خوشش میاد، میگه عجب حالی میده، چه کیفی میده سرعت، چقدر باحاله. همینطوری داره عشق میکنه با این سرعت و این لایه بازی و نمیدونم گاز دادن و اینا. یه چیز جدیدی هم اومده که اگر عشق چی نبود؟ اگر عشق ماشین نبود چی نمیشد؟ سنگ گب هم نبود. آره، عاشقان پرواز را میل خزیدن نیستی هم چی چیزایی. بعد من نمیدونم شما دیدین یا نه، این داره عشق میکنه با این سرعت و با این گاز بازی و اینا، ماشین یهو میمونه. خب بدن دیگه الان دوست داره حرکت کنه، چون در حال حرکته، هر وضعیت دیگه دوست داره اونو ادامه بده. ماشین میمونه، بدن دوست داره حرکت کنه، ماشین میمونه. ما میریم توی داشبورد و شیشه و پنجره و الا انا لله و الیه راجعون. بر اساس قانون اول نیوتن من همیشه گفتم در همه کلاس ها، اجسام مثل اون آدم هایی هستن که تو عرصه مهمونی ها نمیرن، نمیرقصن، وقتی رفتن هم دیگه ولکن نیستن، نمیان نمیشینن. یعنی اگه ساکنه دوست نداره حرکت کنه، حالا که حرکت میکنه دوست نداره بیخیال بشه. خب آزمایش رو طراحی کنید که با هم بتوانیم ثابت فنر رو به دست بیاریم. بچه میگیم آقا یه قطعه چوبی چیزی رو مثلا ما برمیداریم،
یه قطعه ای که ضریب اصطکاک در واقع مشخصی داشته باشه. یه قطعه ای که ضریب اصطکاک ایستاییش مشخص باشه. یه جدولی هست ضریب اصطکاک اونجا مشخصه. شما همین رو می‌دونید. یا یه قطعه برمی‌دارید که ضریب اصطکاک ایستاییش مشخص باشه. یه نیروسنج فنری به این می‌بندیم. این فنر رو انقدر می‌کشیم تا احساس کنیم جسم در آستانه لغزشه. تا احساس کنیم جسم در آستانه لغزش است. طول اولی فنر هم اندازه‌گیری می‌کنیم. می‌دونید فنرمون چند سانته نیروسنجمون. خب این هم میدونیم چقدر. بعد میایم چه کار میکنیم؟ وقتی جسم در آسن لغزش قرار میگیره ما میدونیم که آقا این قسمت مثلا چه میدونم اف فنر ما با اف اس ماکس این برابری شده، برابر کرد. خب با اف اس ماکس من دارم یه چی به شما یاد میدم برای دو منظورها. ممکنه مثلا سوال به شما میگه آزمایش طراحی کنید که ما بتونیم ضریب اصطکاک ایستایی رو اندازه‌گیری کنیم، یا آزمایش طراحی کنید که باش بتونیم ثابت فنر رو حساب کنیم. من دارم برای دو تا سوال مختلف یا آزمایش به شما یاد میدم. خب میگن آزمایش زیادی هستش. من دارم برای دو تا سوال مختلف یا آزمایش به شما نشون میدم. آقا میگیم وقتی در آسان لغزش باشه ما میدونیم اف فنرمون مثلا چه میدونم مساوی است با اون اف اس ماکس. فرمول اف اس ماکس هم که بلدیم. اف اس ماکسیمم میشه مو اس در ان. ان هم که با ام جی این برابره. اف اس ماکسیمم به دست میاریم، اف فنر حساب شده. ما الان اف فنر رو داریم. خب اف فنر رو داریم. اف فنر به دست اومد. از روی اف اس ماکس. یا میتونستیم حالا یه جور دیگه هم بگیم که بهتون توضیح میدم. از اون ور میدونیم که آقا اف فنر مساوی است با کا ضرب در دلتا ال. پس کا میشه اف فنر تقسیم بر تغییر طول. گفتم طول اولیه‌اش رو حساب میکنی، تو آستانه لغزش هم که رسید طول فنر رو حساب میکنی، تغییر طول به دست میاد. این اف فنر رو تقسیم میکنی به تغییر طول میشه ثابت فنر. این شد یه چیزی. یه چیز دیگه هم میتونیم بگیم مثلا برای این سوال به خصوص، حالا اینی که من بیشتر توضیح دادم برای محاسبه نیروی اصطکاک ایستاییه، اونجا بیشتر به کارتون میاد. میگه آقا ما میدونیم اگر یه فنر قائم داشته باشیم مثلا با طول اولی ال طول اولش حساب کنیم، اگه وزنی چیزی ازش آویزون کنیم این یه مقدار میاد پایین‌تر بعد به تعادل میرسه. یه خورده میاد پایین‌تر بعد به تعادل میرسه. چقدر میاد پایین‌تر؟ به اندازه دلتا ال صفری. خب شما اگه جرم وزنت مشخص باشه، یعنی جرمش معلوم باشه، یه وزنی آویزون کنی به یه فنری، دلتا الش هم که میتونه حساب کنیم، یا طول اولیش بدون وزنه اینقدر بود الان طولش اینقدر شده، بس اینقدر باز شده، کجا فنرت به تعادل میرسه؟ جایی که نیروی وزن، نیروی ام جی با اف فنر برابر شده. خب شما میگه آقا در این نقطه اف فنر مساوی است با ام جی. خب جرم این که معلومه ام جی به دست میاد، اف فنر هم الان برابر با ام جیه. از اون ور اف فنر مساوی با چی بود؟ کا دلتا ال شده ام جی. آقا دلتا ال هم که حساب کردیم، طول اولی فنر داریم، طول ثانویش هم داریم، ام جی هم که مشخص است، پس کا اینجا الان به دست میاد ام جی تقسیم بر دلتا ال. این هم یه راه دیگه برای محاسبه ثابت فنر. مسئله آسانسور آقا خیلی آسونه. یعنی مسئله آسانسور رو شما سه سوته باید جواب بدین. فقط یه چیزی تو آسانسور باید بدونی، یه نکته کلی. بچه وقتی ما رو ترازو قرار میگیریم، ترازو نیروی FN رو نشون میده. یعنی اگه سوالی بهت گفت ترازو چه عددی نشون میده، باید FN رو حساب کنی. یا اگه سوالی بهت گفت ترازو فلان عدد رو نشون میده، بازم باید FN رو حساب کنی. ترازو FN رو نشون میده، نیروسنج F کشش فنر رو. ترازو FN رو نشون میده، نیروسنج F کشش فنر رو. اینو حواست باشه. مسائل آسانسور رو چجوری حل میکنیم رفقا؟ کلا من همیشه گفتم آقا آسانسور ساده ترین قسمت دینامیکه. شما برای حل مسائل آسانسور این راهی که من میگم رو انجام بده. اصلا عموما مسائل دینامیک رو ما اینجوری حل میکنیم. اول جهت حرکت رو مشخص کن. اول جهت حرکت رو مشخص میکن. این مورد دوم. قانون دوم رو به این صورت می‌نویسیم. میگه نیروهای خوب منهای نیروهای بد میشن ام آ. بچه نیروهای خوب چه نیروهایی هستن؟ اونایی که در جهت حرکت باشن. نیروهای بد چه نیروهایی هستن؟ اونایی که در خلاف جهت حرکت باشن. معنی سوم، حواست باشه
اگه حرکت کند شونده بود، حرکت کند شونده باشد، باید شتابش رو منفی قرار بدیم. شتاب رو منفی میذاریم. تو حرکت کند شونده شتاب منفی. همین. بعدم آسانسور کلا دو حالت بیشتر نداره. بچه یه جسمی تو کف آسانسور، رو کف آسانسور وایستاده. نیروهاش یه MGه، از کف آسانسور بهش یه FN وارد میشه. یا یه جسمی رو میان از فنری، نخی، چیزی توی آسانسور آویزون میکنن. من تو زندگیم تا حالا ندیدم. مثلا برم توی آسانسوری یه چیزی از سقف آسانسور آویزون کرده باشه. من ندیدم. ولی تو کتاب مثلا اینکه دیدن. سوالم بهتون میدن. اگه آویزون بود یه MG داره به سمت بالا دیگه نمیگه FN داره. FN نیروی عمودی سطحه. یعنی برای اجسامی که روی سطح قرار دارن. چیزی که آویزون باشه در واقع تحت تاثیر نیروی کشش قرار گرفته. حالا کشش نخه، کشش فنر، هر چی که هست. به سمت بالا یه اف کششی داره. پس اگر جسم کف آسانسور بود ام جی داره اف ان. اگه آویزون بود ام جی داره اف کشش. هیچ فرقی هم نمیکنه آسانسور داره میره بالا یا پایین. این نیروها همیشه همینجوریه. هم در همین جهت همین شکلی. حالا سوال ببین. بچه شخصی درون آسانسور ساکن روی ترازوه. ترازو وزنش 600 نیوتن نشون میده. دوستان وقتی آسانسور ساکنه تو رفتی رو ترازو وایسادی، خب ترازو داره چی نشون میده؟ همون وزنتو نشون میده. یعنی اینجا اف ان با وزن شما برابره. پس وزن این یارو از 600 نیوتن، ام جی 600. اما لحظه‌ای که آسانسور شروع حرکت میکنه به سمت بالا، وای که این جمله چقدر مهمه، درباره صحبت میکنم. شروع حرکت میکنه به سمت بالا، ترازو 750 نیوتن نشون میده. اینجا دیگه الان من میگم اف ان. ببین شما اگر بری رو ترازو تو آسانسور ساکن رو ترازو وایسی که ترازو وزنت نشون میده، اما زمانی که آسانسور با شتاب حالا به سمت بالا یا پایین فرقی نمیکنه، تون شونده کند شونده شتاب دار حرکت کنه، دیگه عددی که ترازو نشون میده با وزن تو برابر نیست. در واقع چه حالت اول چه حالت دوم ترازو اف ان رو نشون میده، ولی تو حالت اول چون آسانسور ساکنه اف ان با وزن این یارو برابره، اما تو حالت دوم چون دیگه شتاب دار شده دیگه این عدد ترازو این اف ان و ام جی برابر نیست. خب من شکلش هم بکشم برات. ببین یه آدمی توی آسانسوره، به سمت پایین ام جی داره، به سمت بالا اف ان. کدوم بر آسانسور داره حرکت میکنه؟ به سمت بالا. بچه من باید نوع حرکت رو تشخیص بدم، تون چمنده است یا کون چمنده. تو بعضی مسائل خب اینه بچه آدم میاد طرابت میگه با شتاب فلان به صورت تون چمنده حرکت، با شتاب فلان به صورت کون چمنده حرکت میکنه. بعضی جا هم میخورده میپیچونن داستانو. یادت باشه آقا یه جسم ساکن شروع به حرکت میکند، شروع حرکت برای یک جسم ساکن حتما یک اتفاق تون چمنده است. چون ما از حالت ساکن داریم جسم خارج میکنیم، پس شروع حرکت یعنی تونچمنده. ولی اگه در همین سوال میگفت زمانی که آسانسور به سمت بالا در حال توقف است، اون دیگه تونچمنده بود. پس شروع به حرکت برای جسم ساکن تونچمنده است. لفظ در حال توقف است که حالا به سمت دور چرخ تمام یعنی تونچمنده است. خب وقتی تونچمنده است من میدونم آقا شتاب مثبته. اگه تونچمنده بود شتاب منفی. خب حالا شتاب میگه پیدا کن. چطوری بچا؟ میگه نیروهای خوب منهای بد ام آ. آقا خوبا کیان؟ اونایی که در جهت حرکتن. الان جهت حرکت کدوم بره بالا؟ پس کی در جهت حرکت خوب اف ان؟ الان کی بعد ام جی خلاف جهت حرکته؟ من ام جی شده ام آ. بچه اگه آسانسور داشت می اومد پایین چی؟ ام جی خوبه بود، اف ان بده بود. پس نیروی که در جهت حرکت باشه خوبه، خلاف جهت حرکت باشه بده. خب رفقا اف ان چند است؟ ببینیم داریم اف اینو 750 منهای ام جی چنده؟ 600. یه سوال، ام جی 600 باشه ام چنده؟ وزن یکی 600 نیوتن باشه جرمش چند کیلوه؟ باری کلا 60 کیلو دیگه. وزن 600 نیوتن باشه جرمش 60 کیلوه. 60 تا آ. بچه 750 منهای 600 چقدر میشه؟ 150. آقا 150 شده 60 تا آ. پس شتاب میشه 150 تقسیم به 60، 15 ششم بزن به 3 میشه 5 دوم 2.5. این شد شتاب حرکت.
خب مطابق نمودار روبرو به جسم ساکنی به جرم 2 کیلوگرم نیروی خالص F داره وارد میشه. نیروی خالص متوسط وارد بر جسم در مدت 6 ثانیه رو میگه حساب کنید. نیروی خالص متوسط وارد بر جسم در مدت 6 ثانیه. بچه این بحث تکانه است، من دربارش میخوام صحبت کنم. دوستان ما یه چیز داریم اسم تکانه خطی با پی هم نشون میدیم. میگم آقا تکانه خطی هر جسم میشه حاصل ضرب جرمش در سرعتش. این میشه تکانه. با واحد کیلوگرم متر بر ثانیه. اتفاقا بردار هم هست. برداری در جهت بردار سرعت. تکانه یعنی چی؟ یعنی توانایی هر جسم برای ایجاد ضربه. حاصل ضرب جرم ضرب در سرعت. به این میگیم تکانه. حالا یه چند تا نکته دیگه در مورد تکانه بدونید. بچه تغییرات تکانه میشه ام ضرب در تغییرات سرعت. میشه تغییرات. به یه بیان دیگر، به یک بیان دیگر، F توتال، این یه فرمول شد. F توتال یعنی برایند نیروهای وارد بر جسم در لحظه میشد ام آش. حالا برایند نیروهای متوسط وارد بر جسم میشه جرم ضرب در شتاب متوسط. شتاب متوسط فرمولش چی بود؟ دلتای V به دلتای آقا ام ضرب در دلتای وی چی میشه الان دیدی؟ دلتای پی. پس ما میتونیم بگیم اف متوسط کل میشه دلتا پی به دلتا پی. که من این دوتا رو یکی میکنم یه فرمول به یاد میدم. میگم آقا تغییرات تکانه یا میشه ام دلتا وی یا میشه اف دلتا تی. این یاد بمونه. این فرمول مهمیه تو بحث تکانه. تغییرات تکانه یا میشه ام دلتا وی یا میشه اف متوسط ضرب در دلتا. تغییرات تکانه یا میشه ام دلتا وی یا اف متوسط کل ضرب در دلتا وی. این خوب یادت بمونه. در بحث تکانه هر وقت میخوای نیرو رو جایگذاری کنی تو فرمول یادت باشه. اگه سوال گفت نیرو در جهت حرکت داره به جسم وارد میشه، اف مثبت میذاره. اگه سوال گفت نیرو در خلاف جهت حرکت جسمه، اف رو باید منفی قرار بدی. مقدار چرخی که هست منفی. بچه یه چیز دیگه رو ببین، یه چیز دیگه ببین. آقا این V، این A، این P، این F یا F توتال. بچه از V چطوری میشد به آرسی تو نمودار؟ شیب نمودارش. اگه مساحت زیر نمودار A رو حساب میکردیم به چی میرسیدیم؟ تغییرات سرعت. بچه ها V بخواد بشه P چه اتفاق باید بارش بده؟ در جرم ضرب کنی. MV میشه همون تکانه. تکانه بخواد به سرعت تبدیل چه باید چی بشه؟ تقسیم به جرم. شتاب بخواد تبدیل به نیرو بشه باید چی بشه؟ ضرب در جرم بشه. MA میشه نیروی برگرد. نیرو بخواد به شتاب تبدیل بشه باید چی بشه؟ تقسیم به جرم بشه. حالا به نظر تو از نمودار تکانه بخوام به نیرو برسم باید چی کار کنم؟ شیب نمودارش رو حساب. اگه مساحت زیر نمودار نیرو رو حساب کنم به چی میرسم؟ به تغییرات تکانه. خب این ارتباط بین سرعت و تکانه و شتاب و نیرو. حالا سوالتو ببین. نمودار نیرو داده به عصب زمان و از ما توی مدت 6 ثانیه، یعنی این دلتا تی 6 ثانیه، جرمش هم داده 2 کیلو. جرمش هم داده 2 کیلو. نیروی خالص میخواد. اف توتال متوسط میخواد. دو تا کار میتونه بکنه. همونطوری که به توضیح دادم. یا بگی اف توتال متوسط میشه ام ضرب در شتاب متوسط. شتاب متوسط رو بری حساب کنی حالا به طریقی. یا بیا این از این چیزی که به یاد دادم استفاده کنی. گفتم آقا اف در واقع تغییرات تکانه دلتای پی هم میشد ام دلتا وی هم میشد اف متوسط کل ضرب در دلتا تی. از این استفاده کنی. دلتا تی چند ثانیه؟ 6 ثانیه. اما دلتا پی رو من چجور پیدا کنم؟ بهت گفتم مساحت زیر نمودار نیرو میشه تغییرات تکانه. مساحت این زوزنقه رو حساب کن. پس مساحت این زوزنقه مساحت نمودار رو بچه با اس نشون میدن میشه تغییرات تکانه. مساحت زیر نمودار نیرو میشه تغییرات تکانه. آقا مساحت زوزنقه فرمولش چیه؟ مجموع دو قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم به دو. سوال تقریبا دشوار این آزمون این بود. یه قاعده شنده بچه ها 4
قاعده بزرگش چنده؟ 6. 4 به اضافه 6 تقسیم به 2 ضرب در ارتفاع چنده؟ 30. بچه 4 به 6 4 و 6 10 تقسیم به 2 5 ضرب در 30 150. آقا تغییرات تکانش از 150 بپشنه 150 مساویه با F متوسط کل ضرب در چند ثانیه؟ 6 ثانیه. پس بچه F متوسط چند در میاد؟ 150 ششم 150 تقسیم به 6 به 3 بزنیم میشه 50 دوم 25. پس نیروی خالص متوسطش میشه 25 نیوتن. ببین تغییرات تکانه میشه F متوسط ضرب دلتا T. یه چیز دیگه هم میشد M دلتا V هم میشد. تغییرات تکانه چیه؟ مساحت زیر نمودار نیرو، مساحت زوزنق 150، F کل متوسط رو میخواستیم ضرب در زمان هم 6 ثانیه، F متوسط کل شد 25 نیوتن. سوال 8 خیلی سریع میخوام برم بچه استحکاک رو برای جمع کنم، داستان نیروی استحکاک رو خیلی سریع میخوام کل داستان نیروی استحکاک رو اینجا برای شما جمعش کنم. بچه در محاسبه نیروی استحکاک سه حالت بیشتر نداریم. آقا نیروی استحکاک سه حالت ما بیشتر نداریم تو محاسبه نیروی استحکاک. خب خوب دقت کنید. ببین سوال یا میگه آقا ببین یا سوال میگه یا ما متوجه میشیم، فرقی نمیکنه. پس از وارد شدن نیرو جسم ساکن میمونه، یعنی داره نیرو بهش وارد میشه ولی ساکنه. حالا اینکه ساکن مونده رو یا ما فهمیدیم ساکنه یا سوال گفته ساکنه. یا بچه سوال میگه آقا جسم، اینو حتما سوال میگه، در آستانه لغزشه. یا سوال میگه جسم در حال حرکته، یا خودمون متوجه میشیم داره حرکت میکنه. این سوالات بیشتره. بچه اگر جسم شما در حال حرکت باشه، نیروی استحکاکی در خلاف جهت حرکت وجود داره اف کا هست، نیروی استحکاکی جنبشی میشه موی کا ضرب در ان. اینا فرمولش اف کا چیه؟ نیروی استحکاک جنبشی. موی کا یه چیز با هم مایه حرفه، به این میگن ضریب استحکاک جنبشی. این هم که همون نیروی عمودی تک تک هست. اگه سوال بگی جسم داستان لغزشه، نیروی استحکاکش بچه بیشینه استحکاک ایستاییه، اف اس ماکسیموم بیشینه نیروی استحکاک ایستایی. فرمولش هست مو اس ضرب در ان. مو اس چیه آقا؟ ضریب استحکاک ایستایی. اف اس ماکسیموم چیه؟ بیشینه نیروی استحکاک ایستایی. و اگه سوال بگه جسم ساکنه، نگه حتی داستان رو بگه ساکنه، میگیم بچه تا زمانی که جسم ساکنه استحکاکش اف اسه، اف اسی که حتی به بیشینه خودش هم نرسیده، اف اس فرمول نداره، برابر با همون اف محرکه، همون نیرویی که میخواد جسم رو به حرکت در بیاره. چون کار نیروی استحکاک ایستایی مخالفت کردن یا مقابله کردن در برابر حرکت جسمه. اوکی؟ تا زمانی که جسم ساکنه یعنی بهش نیرو وارد میشه و حرکت نمیکنه، یعنی استحکاک داره اون نیرویی که بهش وارد میشه رو فقط خنثا میکنه. استحکاک فقط میخواد جلوی حرکت رو بگیره. پس کافیه اون نیرویی که میخواد جسم حرکت در وارد میخواد جسم حرکت در بیاره خنثا کنه تا جسم ساکن بمونه. بچه زمانی که سوال بهت بگه جسم در آستانه لغزش، یه چیزی هم بدون. توی آستانه لغزش بچه یادت باشه جسم هنوز ساکنه. تو آستانه لغزش انرژی که اف اس ماکس داریم هنوز ساکنه. هنوز ساکنی یعنی چی؟ یعنی آقا برای نیروهاش صفر ها، مان اول نیوتن. برای نیروها صفر یعنی چی آقا؟ یعنی مجموع نیروهای به سمت بالاش با پایینش برابرن، مجموع نیروهای به سمت چپش با به سمت راستش برابرن، مجموع نیروهای به سمت چپ با مجموع نیروهای به سمت راست برابرن و مجموع نیروهای به سمت بالا با مجموع نیروهای به سمت پایین برابرن. این یاد باش. این شد کل داستان استحکاک. آقا به خدا همینا، اصلا فکر نکنید دارم شلوغ بازی الکی در میارم، کل داستان نیروی استحکاک همینه. حتما هم سوال میاد. خب این شد داستان نیروی استحکاک. ولی میخوام الان بهت بگم آقا مسائل نیروی استحکاک رو چجوری حل کنیم، یعنی الگوریتم حلش. این شد حالات مختلف نیروی استحکاک. حالا مسئله رو چجوری حل میکنیم؟ آه حل مسائل استحکاک، یعنی مسائلی که توش نیروی استحکاک وجود داره و ما میخوام مسائل رو حلش کنیم. بچه مسائلی که توش نیروی استحکاک وجود داره، یه جسمیه روی سطحی، حالا یا در حال حرکته
یا میل به حرکت داره. اول نیروها را رسم میکنیم. یک، نیروها را رسم کرده و در صورت نیاز که بعید میدونم تجزیه میکنیم. مثلا اگه یه اف زاویه داری به شما دادن، حالا من بعد مثلا تو مثالم میذارم بعد نیست، آقا فکر کن یه اف این وری به شما دادن، اینجا هم مثلا اون اف رو دادم، اینا میگم آلفاست. اول این را رسم میکنیم، میگه یه ام جی داریم، میدونم از صد به طور عمود به جسم اف ان داریم، این اف باید تجزیه بشه، کج و کله حساب نیست، اف رو باید تجزیه کنیم. آقا این اف به دو سمت داره اثر میکنه، به سمت راست و بالا. چجوری تجزیه میکنی؟ میای به سمت راست و بالا رو میکشی، یاد باشه یکی از این مؤلفه ها کنار زاویه هست، همیشه میشه کوسینوس اون زاویه، خود نیرو زده کوسینوس زاویه، کوسینوس که داره کنارم که داره، اون مؤلفه که کنار زاویه است اف کوسینوسه، اونی که از زاویه دور میمونه اف سینوس آلفا، دور از زاویه، دور از زاویه اف سینوس، کنار زاویه کوسینوس. این اف هم الان رفت دیگه، تجزیه شد، کاری باش نداریم. و این نیرو استکاک داری که حالا در خلاف جهت حرکت یا در خلاف جهت میل به حرکت این وریه، من میذارم اسمش اف استکاک، نمیدونم الان اس کاه، چون گفتم جسمان یا داره حرکت میکنه یا در حال حرکت یا میل به حرکت داره، یعنی ممکن جنبشی باشه ممکن ایستایی باشه. این شو مورد یک. مورد دو، آقا میری تعادل در محور اف ان را بررسی میکنیم تا اف ان به دست آید. بچه این فرض غلط رو از ذهنتون خارج کنید، اف ان همیشه با ام جی برابر نیستا، بعضی وقتا با ام جی برابره. تو چه شرایطی دم آقا یه جسم اینه من دیدی اف انش با ام جیش برابره، من رو سطح افقی ام، کسی به من نیروی کج و کله و عمودم داره وارد نمیکنه، تو آسانسور شتاب دارم نیستم، تو این شرایط اف ان با ام جی برابره. اما اگه هر کدوم از این شرایط نباشه دیگه اف ان با ام جی برابر نیست و باید حساب بشه. یعنی اگه سطح زیر پای من کج باشه یا مثلا من به یه دیوار تکیه بدم، اف ان دیوار رو بخوام به من حساب کنم دیگه با ام جی برابر نیست. تو آسانسور شتابدار باشم، شتابدارا، آسانسور ساکن یا آسانسوری که با سرعت ثابت داره حرکت میکنه، نه، چون اونجا برای نیروها صفر اف ان با ام جی برابر، آسانسور شتابدار. یا اگه کسی بیاد به من یه نیروی کج و کله‌ای به سمت پایین به سمت بالا زاویه دار وارد کنه، دیگه اف ان با ام جی برابر نیست و باید بریم به دست بیاریم. چطوری؟ میگه آقا اون محوری که توش اف ان داریم همیشه برای نیروهاش صفره، همیشه. خب معمولا اف ان جز نیروهای عموده. الان اینجا میگم آقا مجموع نیروهای به سمت بالا مساوی است با مجموع نیروهای به سمت پایین، یعنی اف ان اینجوری به دست میاد، اف ان به اضافه اف سینوس با هم دیگه مساوی با ام جی ان، خب اونای دیگه معلومن اف ان به دست میاد. مرحله سوم نیروی استکاک رو حساب میکنیم. اصلا اف ان رو حساب میکنه که استکاک به دست بیاد. اگه اف اس ماکس مو اس ان، اگه اف کاس مو کاین، و محل آخر میای در راستای حرکت توجه میکنه. آقا جسم شما یا ببین شتاب نداره، شتاب ندارد، دو حالته، یا مثلا سوال گفته این ساکنه یا حرکتش یک نواخته. اگه شتاب نداشت یادت باشه آقا بعد نیروی صفره، یعنی نیروی خوب و بدش با هم برابرن، چپ و راستش با هم برابرن که برای این صفر شده. یا شتاب داره، اگه شتاب داشت خانه دوم باز مثل آسانسور، میگی نیروهای خوب منهای نیروهای بند میشن ام آ، نیروهای خوب در جهت حرکت، نیروهای بد خلاف جهت حرکت. اگه تون چمنده بود شتاب داشتی مثبت بذار، تون چمنده بود شتاب داشتی منفی جایگذاری کن. این میشه کلا اصل و اساس حل مسائل دینامیک یا نیروی استکاک. بریم اینجا جعبه ساکنی به جرم 40 کیلو روی سطح افقی قرار داره. ابتدا جعبه رو با نیروی ثابت افقی 100 نیوتن هول میدیم، جعبه ساکن میمونه. هنگامی که نیروی افقی 120 میشه جعبه در آستانه حرکت قرار میگیره. خیلی قشنگه. دو تا سوال پرسیده، الف و ب. من اول ب رو جواب میدم. میگه آقا ما بهش نیروی 100 نیوتن وارد کردیم جعبه حرکت نکرد، نیروی استکاک چه مدلی ایستایی؟ چون حرکت نکرد، حالا خودش گفته ایستایی، چنده؟
تو اون سه حالت چی گفتم؟ گفتم اگه بفهمیم بهش نیرو وارد میشه و حرکت نمیکنه، نیرو استکاک ایستاییه و برابر با همون نیرویی که میخواد جسم حرکت در بیاره. الان استکاک چند نیوتن بوده که این حرکت نکرده؟ جلوی چند نیوتن گرفته؟ جلوی 100 نیوتن. پس سوالت اول استکاک دست 100 نیوتن. این اف استمات حالت اول. اما تو حالت دوم، یعنی وقتی نیروی افقی میشه 120، خودش میگه جعبه تو آستانه حرکت قرار میگیره. ضریب استکاک مهسو میخواد. بچه ها گفتش که جعبه‌ای بود، جرمش رو الان چک میکنم. افش میگه 120 بشه، خود سوال گفته. این در آستانه حالا لغزش یا حرکت قرار میگیره. جرمش هم 40 کیلو. جرمش هم 40 کیلو. 40 کیلو. میخوام موی اس رو پیدا کنه. همون راهی که گفتم باته. بچه نیروها رو رسم میکنه. یه ام جی داره 40 ضرب 10 = 400. به سمت بالا یک اف ان دارد و چون تو آستانه لغزشه چه استکاکی داریم؟ اف اس ماکس در خلاف جهت میل برکتش. پس به این سمت یه اف اس ماکسیموم. بعد رسم نیروها گفتم آقا همیشه اون محوری که توش اف ان داریم نیروهاش اونجا برای نیروها اونجا صفره. بررسی تعادل در محور اف ان، یعنی محور عمود به سمت. بچه ها الان توی این محور عمود به سمت مجموع نیروهای به سمت بالا با مجموع نیروهای به سمت پایین برابرن. به سمت بالا کیو داریم؟ فقط اف ان رو داریم. به سمت پایین کیو داریم؟ فقط ام جی. بس توی این سوال اف ان با ام جی برابره. این همون حالتی که ارشد شرط داره. رو سطح افقی نیروی کج و کوله یا عمود به جز ام جی داره بهش وارد نمیشه، تو آسانسور شتاب دارم نیست. بعد محاسبه اف ان گفتم که حساب می‌کنی اینو محل 1. حالا محل 2 بعد رسم نیروها مثلا این شد محل 2. محل بعدی چی بود؟ استکاک رو حساب کنید. استکاک چیه؟ اف اس ماکس. فرمولش چیه؟ مو اس ان. آقا اف اس ماکس مو اس چنده؟ نمیدونم، دنبالشم. ان چنده؟ 400. پس اف اس ماکس هم میشه 400 مو اس. مرحله آخر چی بود؟ مرحله آخر بری توی محور حرکتش. این سمتی میخواد حرکت کنه دیگه. ببینی حرکت میکنه یا نمیکنه. آقا چون در آستانه لغزشه، گفتم در آستانه لغزش یعنی هنوز ساکنه، هنوز حرکت نکرده. خب پس وقتی هنوز ساکنه یعنی چی؟ یعنی نیروی قوتش با هم برابره. الان نیروی که میخواد اینو حرکت در بیاره کیه؟ اون اف 120 نیوتن. نیروی بعدش کیه؟ اف اس ماکس. پس ما میگیم آقا این اف اس ماکسش اینجا مساوی با همون 120 ه نیروی که میخواد اینو حرکت در بیاره. اف اس ماکس خودش چی بود؟ 400 تا مو اس. 400 تا مو اس شده 120. صفر با صفر بزن، مو اس میشه 12/40. مو اس میشه 12/40. 12/4 = 3 میشه 0.3. این شد ضریب استکاک ایستاییش. یه دور دیگه ببین نیروها رو رسم میکنی. چون گفته در آسان لغزشه، میدونی در خلاف جهت تمایل برکت اف اس ماکس داری. میلی اول از همه تو اون محوری که اف ان هست میگی من میدونم برای نیروها تو این محور صفره، یعنی مجموع نیروها به سمت بالا با مجموع نیروها به سمت پایین برابره. پس اف ان مساوی با ام جی است. اف ان رو که حساب کردی میری دنبال استکاک. اف اس ماکسیموم میشه مو اس ضرب در ان. مو اس چنده؟ میخوام ان 400. پس اف اس ماکسیموم شده 400 مو اس. بعد میای تو محل آخر سراغ محور حرکتش. ببین این الان محور حرکته. میگه شتاب داره یا نداره؟ آستانه لغزش یعنی هنوز ساکنه. خب یعنی برای نیروها توی این محور هم صفره. یعنی چی شده که برای صفر شده؟ خوب و بدش با هم برابرن. خوبش که 120، بدش که اف اس ماکس. حالا من اینجا مثلا بعدا نگه ها چرا خوب و بد برعکس نوشتی؟ بیا الان این بد مساوی مثلا با خوب. اف اس ماکس شد 400 مو اس، خوبش 120 بود، مو اسش میاد چقدر؟ 0.3. بچه یه بعضی از همکارا دو فصل رو کامل امتحان میگیرن، بعضی از همکارا میان تا ابتدای فصل 3 یعنی اواخر نوسان امتحان رو برگزار میکنن. بریم یه خورده از این مطالب رو که مربوط به فصل 3 هست رو بررسی کنیم. یه افزایش جرم در سامانه جرم فنر با فنر یکسان به کن شدن نوسان ها میانجامد. من همیشه در مورد نوسانگرها یه جمله قشنگی میگم.
میگم آقا بسامد زاویه ای برای نوسانگر جرم و فنر یا همون وزن فنر میشه رادیکال کمر، این ثابت فنره، این جرم وزن است، و اومگا برای آونگ کم دامنه، اومگا برای آونگ کم دامنه میشه رادیکال ژله. برای اینکه یادتون بمونه یه شعری هست قدیمیه میگه این کمر یا فنره، کمر یا فنره فلان و بسار، رو بقیهش نمیدونم، اومگای جرم و فنر میشه رادیکال کمر، این یاد بمونه. آونگ هم مثل ژله میلرزه، اومگای آونگ میشه رادیکال ژله، یاد باشه. حالا سوال چی گفته بود؟ میگفتش در سامانه جرم و فنر، خب این درجه یادت میاد، اومگای فنر رادیکال کمر، کمر یا فنره، کمر یا فنره، جرم زیاد بشه، ام زیاد بشه، اومگا چی میشه؟ اومگا کم میشه. بچه اومگا بسامد زاویه با دوره رابطش عکسه، با دوره رابطش عکسه، با بسامد رابطش مستقیم. اومگا که کم بشه بسامد هم کم میشه، بسامد کم بشه این نوسان ها کند میشن. بله این درسته. اون برای امواج کارش نداریم، برای امواج کارش نداریم، اینا برای امواج، اینا برای امواج. معادله مکان زمان تو حرکت نوسانی، بچه معادله مکان زمان برای یک نوسانگر به این صورته، آ کوسینوس اومگا تی، این معادله مکان زمان در یک حرکت نوسانی. چیزی که پشت کوسینوس میبینی دامنه است، آ دامنه نوسان پشت کوسینوس، چیزی که پشت تی میبینی همین بسامد زاویه ایه، اومگا بسامد زاویه ای، آ کوسینوس اومگا تی، پشت کوسینوس دامنه، پشت تی اومگا. الان دامنه چنده؟ 200، اومگا چنده؟ 10 تی. در چه لحظه ای؟ پس از لحظه صفر برای نخستین بار تندی نوسانگرد به صفر میرسه. بچه در مورد اومگا ما میدونیم آقا، اومگا دو پی تیوم یا دو پی اف میشه، فرموله اومگا دو پی تقسیم بر دوره، دو پی ضرب در بسامد، اینا فرموله اومگا. از اون ور نوسان، در واقع یک حرکت نوسانی، یک حرکت نوسانی از دامنه مثبت شروع میشه، اینم مرکز نوسان، اینم دامنه منفی، از دامنه مثبت شروع میشه میاد به سمت مرکز، بعد میره تو دامنه منفی، دوباره مرکز، دوباره دامنه مثبت. هر یک دوره کامل مسیر به اندازه یه دوره یه تیتول میکشه، پس هر کدوم از این قسمت ها یک چهارم دورن، از نظر زمانی یک چهارم دورن. این مطالبی که در این سوال نیاز. یه چند تا فرمول حفظی هم هست توی نوسان، من سر اینا رو فقط بگم. سرعت در مرکز نوسان میشینه است، وی ماکسیمم فرمولش از دامنه ضرب در اومگا. شتاب تو دامنه ها میشینه است، میشه دامنه ضرب در اومگا به توان دو. نیروی وارد به نوسانگر تو دامنه ها بیشینه است، میشه ام آ اومگا دو. و انرژی مکانیکی نوسانگر که میشه یک دوم ام اومگا دو آ دو، که این ام اومگا دو همون کار فنر هم میشه، همون اومگا کمر یا فنره. اگر شما اونو به توان دو برسونید، طرف این وسط این کنیم، کار فنر میشه ام اومگا دو. خب یه چیز دیگه هم بدون، اگه سوالی به تو گفت آقا بیشینه انرژی پتانسیل یا بیشینه انرژی جنبشی حساب کن، یاد باشه از نظر مقداری بیشینه انرژی جنبشی، بیشینه انرژی جنبشی یک جسم یا بیشینه انرژی پتانسیل یک جسم با همون انرژی مکانیکیش برابره، یعنی یکی از اینا رو از تو خواست همون انرژی مکانیکی حساب میکنی. حالا سوال ببین، الان اومگا رو من دارم 10 پی، اومگا دارم 10، میخوام دوره حساب کنم، اومگا فرمولش بود 2 پی بر روی تی شده 10 پی. بچه اینو با این خط بزنم، پی رو با پی خط بزنم، تی میشه 2 دهم. خب دوره میشه 2 دهم. سوال چی گفته؟ چه لحظه پس لحظه صفر برای نخستین بار تندی به صفر میرسه، سرعت نوسانگر در دامنه‌اش صفره، از این دامنه شروع کنه بره تا این دامنه، یه دونه دامنه دو تا دامنه رو باید بیاد، زمان هر دامنه چقدر بود؟ تی 4. پس جواب چقدر میشه بچه‌ها؟ جواب این یعنی مدت زمانی که تون میکشه میشه 2 تا تی 4، یعنی همون تی دوم. تی چند بود؟ 2 دهم.
دو دهم تقسیم به دو میشه 14 ثانیه. این شو قسمت اله. قسمت ب پیشینه شتاب میخواد. فرموله آی ماکسیموم میشه آ اومگا دو. دامنه چنده؟ پشت کوسین 2/100. آقا اومگا چند بود؟ 10π. 10π رو به توان 2 برسون. میشه 2/100 ضرب در 100π به توان 2. اینجا سوال نوشته بود پی به توان 2 رو 10 بگیر. چون 23 و 14 به توان 2 برسه نزدیک 10. ما میگیم باشه چشم 10. این با این میره میشه چقدر؟ 20. 20 متر بر مجذور ثانیه. خسته نباشید. ممنون از همراهیتون. دم شما گرم. امیدوارم که امتحانتون خیلی خوب و عالی باشه. نتیجه امتحانتون حتما به من اطلاع بدین بچه‌ها. نتیجه امتحان حتما به من اطلاع بدین و منو در جریان بذارید. مخلصیم. فعلا ممنون دیدار. میبینمتون.